برای او به پایان نرسیده. هنوز در ساختمان شماره 10 است. هنوز نخست وزیر بریتانیا است و هنوز حزبش بیشترین کرسی را دارد. اما احتمالاً از کرده خود پشیمان است. فرداد فرخزاد، بی بی سی. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. خانم میزر، اول از این برکناری ها یا در حقیقت استعفا ها اگر شروع بکنیم، دو تا از دستیاران ارشد خانم می، تا چه اندازه میتونه این موضوع مشکل حزب محافظه‌کار رو حل بکنه بعد از این نتایج؟ بعیده که این استعفاها که گویا استعفایی بوده که ازشون خواستن استعفا بدن تأثیر بگذاره. این دو نفر مسئولیت چندانی نداشتن، مشاوران خانم می بودن، ولی گویا برخی از وزرای دولت از جمله آقای همند شرط ادامه همکاری با خانم می رو خروج این افراد از موقعیتشون داشته. پیداست به عنوان مشاور در کارشون شکست خوردن، ولی اگر بخواید اینها تعیین کننده نبود موقعیت اینها، خود خانم می و وزراش بودند که تصمیم گرفتن برن پای این انتخابات. خود اینها بودند که شعارهای اصلی رو انتخاب کردند. این دو نفر در ارائه شعارها نقشی داشتند. آیا همین نشون نمیده که حزب محافظه‌کار بعد از این انتخابات ممکنه دچار شکافی شده باشه که بعداً مسئله ساز باشه برای این حزب؟ ببینید، حزب محافظه‌کار شکاف داشت در رابطه با مسئله برگزیت، در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. این شکاف اما خیلی بدتر شده، به این معنا که خانم می متحدان خودش رو که عمدتاً از کسانی هستند که مدافع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، هم رو هم داره از دست میده. در نتیجه ما شکاف در شکاف میبینیم که عواقب سنگینی داره. الان بزرگترین مشکل خانم می چی میتونه باشه؟ آیا حزبش، کشور یا مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا؟ بری در وهله اول باید کشور رو متحد کنه با خودش که کار مشکلی خواهد بود. چرا که به نظر میاد حتی روزنامه‌های راست، دست راست، روزنامه‌های مدافع حزب محافظه‌کار رو از دست داده. تیتر امروز روزنامه‌ها بسیار منفی بود، هم در رابطه با کوششش برای اینکه ادامه در قدرت ادامه بده، کارش رو ادامه بده، و هم این همکاری که داره با حزب ایران دنبال می‌کنه، حزب دموکرات وحدت خواه ایران داره دنبال می‌کنه. ولی طبعاً در فکرش هست که کمتر از 9 روز به شروع مذاکرات بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مانده و خیلی فاصله کمی داره برای اینکه مسئله حل کنه بره پای اون مذاکرات. خیلی‌ها میگن که واقعاً از جهتی خانم می شانس آورد که حزب اتحادگرای ایرلند شمالی تونست 10 تا کرسی به دست بیاره. خب خانم می حدوداً 8 تا کرسی لازم داشته، ولی تا چه اندازه میشه گفت که این ائتلاف پایداری خواهد بود؟ به خاطر اینکه بعضی ها از همین الان هشدار میدن، میگن که ممکنه که این حزب کوچک و کمتر شناخته شده در موقعیت باج‌خواهی قرار بگیره. یکی این جنبه است که این حزب در موقعیت باج‌خواهی قرار خواهد گرفت. مشکل دیگه اینه که امکان داره، چون به مسئله ایرلند شمالی قضیه برمیگرده، این امکان هست که شین فین 7 نماینده روز جمعه انتخاب شدن از شین فین. معمولا نماینده‌هاشو نمیفرسته به پارلمان انگلیس، ولی اگه فکر کنه که رقیب سیاسیش در ایرلند شمالی ممکنه امتیازهایی بگیره که اون ازش دور بمونه، اونها 7 نفر رو بفرستن که اون وقت معادلات خانم می زیر و رو خواهد شد. نکته سوم اینه که در قرارداد صلح